در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل. با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر مصباح، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم. لطفاً با توجه به اشراف شما نسبت به مسائل بهداشتی و پزشکی در افغانستان، نظر خودتون را در رابطه با گزارش سازمان جهانی بهداشت و وضعیت موجود در افغانستان در این زمینه بیان بفرمایید. رحمان الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. بله، همچنان که شما فرمودین که وزارت ببخشین سازمان جهانی بهداشت این خبر را و این اطلاعیه را منتشر کرده که در افغانستان روزانه 24 مادر و تعداد 167 نوزاد و کودک بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود از دست میدن. خب این خبر یک خبر تکان دهنده و مایه تأسف است. در کشوری که حداقل 30 میلیون جمعیت فعلا درش حضور داره و بگذاریم از این که بیشتر از 10 میلیون این جمعیت در بیرون از کشور مهاجر هستند، وقتی یک چنین ارقام و آماری بیرون داده میشه، نشان از وضعیت اسفبار بهداشتی در سطح کشور است. و علتش هم که میشه فقر و سوء تغذیه، چنان که عنوان شده دانست، و فقر و سوء تغذیه بر اثر پایین آمدن سطح درآمد خانوار در سطح مملکت است. و متاسفانه آمار مصابیت و بیماری های دیگر هم و خیلی زیاد وجود داره، هنوز برون داده نشده، اما آنچه که بسیار بولد شده و برجسته شده همین موضوع مرگ و میر مادران و کودکان در سطح افغانستان است. این مشکل یک مشکل بزرگی هست و میطلبه که سازمان جهانی بهداشت و همچنین سازمان‌های بهداشتی دیگر که در عرصه صحت و سلامت دستن در کار هستند پاپیش بگذارن و آستین بالا بزنن و اقداماتی را انجام بدن. متاسفانه افغانستان از این نظر دچار آسیب‌های فراوان هست و وزارت بهداشت فعلی افغانستان با تمام تلاشی که انجام میده به خاطر محدودیت هایی که برشان وجود داره از پس برآوردن همه نیازهای صحی و بهداشتی سطح کشور شاید بر نیاید. به این خاطر ما ایره عنوان میکنیم که نیازمندی شدید وجود داره در این قسمت به توجه سازمان های صحی و نهادهای بشردوستانه. بله، از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل.